دکتر معالجش و یا قابلک مراجعه میکنه، اولین فوکس از اونا در رابطه به معاینات خون است که خود خون نشان میده که حالت صحت شخص چیگونه است. و در رابطه به سوال برادر ما جواب بدیم که کمخونی چی است. ما یک شخص کمخونی و یا انیمیا سمون گفته میتونیم که هرگاه سویه همی کرویات سرخ خون از او از حد نرمالش پایین بیاید، شخص چی گفته میشه؟ کمخون گفته میشه. تشکر، سپاس. بسیار زیاد تشکر. خب دکتر صاحب، در رابطه با البته ما چطور بدانیم یک شخص کمخون هست میشه، دلایلش رو بگوین و البته علائمش رو میشه بگوین برام که چطور بفهمیم که همین شخص کم بوده خون داره. خود خون هم که اگر ما در روند فیزیولوژی یا وظایف طبیعی زیده بدن بگوییم، خود خون دو بخش داره. بخش جامد و مایش است که جامد و مایع خون که اما عناصرش است مثلا کرویات سرخ، سفید و اما صفحات دمویه که خون حلقه میکنن. یک شخص زمان کمی کرویات سرخ خون که وظیفه از رساندن اکسیژن است، قسمت که نوام اشاره کردم، اگه ای از حد نرمالش پایین بیایه و یعنی همین سیستم که درست در بدن مثلا همین سیستم تنفسی مختل میشه، درست اکسیژن رسانی صورت نمیگیره و شخص بعض از اعراض علائم در وجود از او برش پیش میه که برای خود مریض و یا برای شخص ناراحت کننده است. از او جمله یک شخص که کم خون است، حالت ظاهری از او، چهره از او خاصف به نظر میرسد نسبت به یک انسان که یا به یک شخص که ساعتش خوب است، مخصوصا منظومه چشمای امو مریض رنگش خاصف کم رنگ می باشد. هدف از خاصفی است که همون آهی سفید رنگ و یا مایل به زرد میرسد و همچنان خود کف دست های مریض، پاهای مریض خاصف می باشد. دیگه مریض که شکایت امده ازی از خستگی، ضعیفی، کسالت، شخص کارهای روتین و معمول روزمره خود به درستی به وجه درستش انجام داده نمیتونه و همچنان نامنظم شدن حرکات قلبی است که شخص مثلا میشه ریت قلبیش نامنظم شوه و این اعراض علائم است که ما در وجود یک مریض میتونیم کم خون باشه مشاهده کنیم. بسیار زیاد تشکر، ممنون. خانم انیلا استانگزای میشه در مورد ازی بگین که علائمی که یک خانم بدانه که من کم خون هستم چی هست و همون خانم زمانی که در خانه هست چه چیزایی میتونه سبب ترقد شود، چه چیزایی میتونه سبب زیاد خون در بدن شود؟ قسمی که نوام اشاره نمودیم، یک خانم اگر همی علائم در وجودش میبینه او احساس میشه که کم خون است. یکی از همو اعراض علائمی که بسیار عمده علائمی که در وجود یک شخص دیده میشه مو نظر به حالت ظاهریش است که در معاینه فیزیکی ما ببینیم شخص سفید رنگ یا خاصف به نظر میرسه و همین رقم خود شخص احساس میکنه همیشه باید خوابالود باشه، خسته، سرگیچه، همو مثلا حلاقه‌مندیش نسبت به کارهای روزمرهش کم میشه، کاهش میافته. مریض احساس ماندگی میکنه زمان که اگر مثلا چند قدم را میره یا مثلا میخواید از یک ارتفاع زینه بالا شود، مریض احساس میکنه که تنفسش سریع میشه و حرکات قلبش نامنظم میشه. به خاطر این علائم است که نشان داده میشه، به خاطر تشخیص قطعی و 100% خوب است که یک دفعه تستای لابراتوری اجرا شود، چون تستای لابراتوری بر ما مشخص میکنه که کمخونی از این تنصیب بندی میشه. مثلا ما کمخونی نظر به می مقدار هموگلوبین مریض اندازه میکنیم. حالت هایی است که مریض اگر کمخونیش بسیار شدید باشه، ضرورت است که او باید بر از اون خون تدبیق شود. این بسیار حالت وخیم است و حالت هایی است که یک مریض کمخون است اما با گرفتن ادویه مرفوع میشه کمخونی ازی و ادویه به خاطر کمخونی براش تجویز شود و همچنان غذاهایی که منابع سرشار است آهن دارن به خاطر کمخونی برشان توصیه میشه و اگر مریضایی که مثلا هموگلوبین از اونا از 11.5 بالاست و یا هموگلوبینشان سرحد نرمال داره، اونا خوب هستن، کمخون نیستن و میتونن همو غذاهایی که روزمره استفاده کنن به طور مناسبشان استفاده کنن. ممنون، تشکر. بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب، میشه در رابطه با این صحبت کنین که چرا زنان باردار یا مادران باردار چرا بیشتر کمخون میشه و اگر کمخونی به ساعت اونا چقدر مضر بوده میتونه؟
زمان که یک خانم باردار میشه بر علاوه که خود تغذیه میکنه، یک جنینی که در رحم از او قرار داره او هم تغذیه میشه و اینجا است که تمام ذخایر مواد معدنی مادر باید به دو نفر تقسیم شوه و در دوران بارداری مواد ضرورت به آهن، مواد معدنی، ذخایر وجود مادر، پروتین ها، کلسیم، آهن، همه از اینا دوچند میشه، یعنی ضرورت مادر. و اگر یک مادر که پیش دکتر معالجش یا قابلش بره قبل از بارداری به خاطر خودش کمخون نبوده باشه و ماینات شده باشه و خودش هم در دوران بارداری از ادویه های کمخونی استفاده کنه، همیست که مادر مبتلا به کمخونی نمیشه. مادرهایی که هیچ پیش دکتر مراجعه نکردن و حتی خودشون هم نمیفهمن که من کمخون هستم و یا نیستم، و زمان که خانم باردار میشه اینجا تقاضای بدن مادر به آهن زیاد میشه و عضویت نمیتونه ایره برآورده بسازه، هموز که شخص دچار کمخونی میشه. خب کدام مریضی ها و کدام علائمی هست که بیشتر ضرر داره به خود همون خانم؟ خود ما اسباب کمخونی ها را اگر ما بگوییم بر شما، اسباب زیاد داره که مثلا امراض هم از که سبب کمخونی میشه و بعض وقتا حالت های پاتولوژی و مرضی است. بعض وقتا همی کرویات سرخ خون تولید نمیشه در خود عضویت، بنابر کمبود مواد غذایی باشه، کمبود مواد معدنی باشه، هر علت که باشه خود وجود شخص نمیتونه همی کرویات سرخ خون تولید کنه. بعضا در حالت های پاتولوژی یا مرضی ما ببینیم تولید میشه خود کرویات سرخ خون، در بدن خودش تخریب میشه، یعنی وظیفه خود اجرا کرده نمیتونه. بعض وقتا اسباب است که مریض امراض خونریزی می داشته باشه، خوندار می داشته باشه، مثلا یک مریض مشکل در سیستم هاضمیش می داشته باشه، مثلا سرطان های سیستم هضمی داره و همیشه او خون از بدنش زایع میشه، یا مثلا یک مریض تصادمات از خون زایع میکنه و شخص چی میشه؟ کمخون میشه. کینیوم اسباب چی را تشکیل میده؟ کمخونی را تشکیل میده. و یا امروز که سبب کمخونی میشه، مثلا خود کرم های امعا اینا میتونه شخص هم اسباب کمخونی بسازه، ملاریا اینا میتونه شخص مصاب به طرف کمخونی ببره. ممنون. کمخونی تنها یک نوع هست یا انواع مختلف داره؟ خود کمخونی انواع مختلف داره، میتونه وجود یک شخص از کمبود آهن کمخون شوه، میتونه کمبود ویتامین بی 12 بوده باشه که این مربوط به تستای همو تشخیصی ازی میشه که میتونه همو راه های گوناگون به خاطر کمخونی مساعد بسازه. خب دکتر صاحب، بعض مادرها هستن که البته کمخون خودشان کمخون هستن، توجهی خیلی جدی نمیکنن در کمخون بودن خودشان، زمانی که طفلشان به دنیا میاین همو تاثیر بعدی همچنان بالای طفلشان داره. خب اینا را اگر زمانی که طفل به دنیا بیاید طفلشان هم کمخون به دنیا میاد در مرض کمخونی مبتلا میشه یا نه؟ زمان که اگر مو نوزاد که به دنیا میاد اگر ماینات مو هموگلوبین مریض شد و این مشخص میکنه کمخون است، یعنی همون کمخونی بالای جنین تاثیرات ناگوار خود می داشته باشه. مادرایی که کمخون هستن اول از اینکه خود مادر در یک صفحه خطرناک زندگی قرار می داشته باشه، چون یک مادر در پروسی ولادت زایات خونش صورت میگیره، مادر که قبل از قبل خوب است، هموگلوبینش خوب است، مثلا از تابلت های کمخونی استفاده کرده، خود تقویت ساخته، پروسی ولادت زمان که اگر خون زایع میکنه اونقدر بالای ساعتش تاثیر جدی نمیداشته باشه. یک مادر که کم خون است، مقدار کم خون ریزی در پروسه ولادت مادر میتونه حتی حیاتش به خطر مواجه بسازه و همین کم خونی های دوران بارداری بالای جنین تاثیرات را که میداشته باشه، جنین کم وزن میتونه باشه، از لحاظ فکری دماغی رشد تکامل درست نداشته باشه و زمان که به دنیا میایه میتونه حتی بعض وقتا ولادت های قبل از وقت به دنیا بیارن مادرها، و مو طفل که به دنیا میره از لحاظ دماغی فکری جسمی نسبت به اکتفلایی که خوب تغذیه شدن فرق می داشته باشه. خب خیلی ممنون، سپاس. و در آخرین لحظات از برنامه میشه توصیه که بینوان قابله هستین و میشه کسایی که بیننده ما هستن خصوصا به خانم ها، چون این دوره را شاید سپری بکنن، پس میشه چی توصیه برشان داشته باشین از لحاظ تیبی؟
معمولا مادران که در دوران بارداری کم خون میشن، کم خونی از اون نوع است کمبود آهن یا آیرون میباشه. غذاهایی که منابع سرشار از آهن است میتونن استفاده کنن به قیمت بسیار ارزان، اما بسیار ارزش غذایی بالا داره. از اون جمله سبزیجات است، مثل پالک و سبزیجاتی که دارای برگ روشن هستند، اونا منابع خوب است، سرشار از آهن هستند. از مثلا میتونن حبوبات، لوبیا، این چیزا در ترکیب خود آهن داره. از گوشت سرخ که اینا منابع از آهن هستند، خرما، سیب، همه از اینا منابع آهن دارن و در ترکیب مواد غذایی خود در دوران بارداری باید است از این داشته باشن. خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنیم از خانم انیلا استانکزای که امروز حضور پیدا کردن و موضوعی که انتخاب کرده بودین معلومات خیلی خوبتر و توصیه را بر تمام عزیزان که بیننده ما هستند داشتن. باز هم ممنون میکنیم. تشکر از تشریف، موفق باشین دکتر.